درود به همه دوستان عزیز، خوش اومد به یه ویدیو دیگه. امروز میخواییم عرض IMX رو بررسی کنیم در تایم فریم روزانه و 4 ساعته و ببینیم که شرایطش در بلند مدت و میان مدت به چه صورت. قیمت بعد از این رشد خیلی خوبی که داشته در حال اصلاح نزولیه و میبینیم که قیمت به این محدوده مقاومتی که داشته واکنش نشون داده و یک اصلاح عمیقی رو شروع کرد. ما در این محدوده یک حمایت مناسب داریم و همچنین توی این محدوده. این دو محدوده حمایت های مهمی برای قیمت محسوب میشه و ما فیبوناچی هم از این کف تا سقفش میندازیم و میبینیم که نسبت 62 فیبوناچی به این ناحیه اولی و همچنین محدوده 79 نسبت 79 تو این محدوده دوم قرار داره و ما میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت از این دو محدوده یه لگ صعودی دیگه ای رو آغاز کنه. قیمتش هم بخوام براتون مشخص کنم، قیمت حدوداً 67 سنت و حدوداً 50 سنت و تو این دو محدوده ما میتونیم منتظر باشیم که قیمت به ما یه تریگر ورود بده و بعد از دیدن تریگر میتونیم انتظار رشد مجدد قیمت رو داشته باشیم. رو ببینیم که قیمت میتونه تا کجا رشد کنه. قیمت بعد از اینکه به این مقاومت واکنش نشون داده یک ناحیه نقدینگی اینجا به وجود آورد و همچنین یک مقاومت مناسبی هم توی این سطح وجود دارد. و ما میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت در بلند مدت تا قیمت 2.70 سنت در بلند مدت حداقل رشد کنه که اگر از اینجا تا این نایه این لگ صعودی رو بندازیم توی این محدوده میبینیم که قیمت میتونه در بلند مدت حداقل رشد 250 درصدی تا 300 درصدی رو داشته باشه، در صورتی که توی این ناحیه به ما تریگر ورود بده. در صورتی که قیمت توی این ناحیه به ما تریگر نده حتی تا ناحیه 50 سنت هم میتونه ریزش داشته باشه. دو تا سناریویی که میتونیم توی تایم روزانه در نظر بگیریم برای خودمون اینه که قیمت از اینجا یک تریگر ورود به ما بده و انتظار رشد قیمت در بلند مدت تا این ناحیه داشته باشه که ناحیه مقاومتی مهم قیمت محسوب میشه و این نقدینگی مناسبی هم اینجا وجود داره و قیمت همیشه به دنبال جذب کردن این نقدینگی ها هستش. و در صورتی قیمت از اینجا حمایت نشه ما میتونیم انتظار ریزش بیشتر رو داشته باشیم و توی این محدوده 50 سنت که ناحیه حمایتی ما هستش منتظر دیدن تریگر باشیم و از این رشدی که میتونه قیمت در بلند مدت داشته باشه استفاده کنیم. و این دو سناریویی که ما میتونیم در تایم روزانه برای خودمون داشته باشیم. ولی قیمت فعلا به ما نقطه ورود نداده و تریگری برای ورود نداره. بریم توی تایم پایین تر و ببینیم توی تایم 4 ساعت قیمت به چه صورت. توی تایم 4 ساعت میبینیم که قیمت این نقدینگی که اینجا داشته رو جذب کرده و به محدوده حمایتی ما نزدیک شده. برخورد مناسب و کوچیکی هم به این محدوده حمایتی داشته. ولی فعلا به ما قیمت تریگر ورود نداده. قیمت در صورتی به ما تریگر ورود میده که این ناحیه یا این ناحیه رو بشکنه. بعد از اینکه قیمت این ناحیه رو بشکنه مثلا از اینجا قیمت میاد بالا این ناحیه رو بشکنه و شکست ایجاد کنه
و ما توی برگشت قیمت به محدوده حمایتی که میتونید داشته باشه وارد پوزیشن بای بشیم و یا خرید انجام بدیم و میبینیم که حالا فعلا قیمت به ما تریگر نداده و فعلا مناسب ورود نیستش و حتی قیمت میتونه ریزش بیشتری هم داشته باشه. در صورتی که قیمت ریزش بیشتری داشته باشه و این کف رو هم بشکنه، اون وقت ما باید منتظر باشیم که قیمت بیاد و این محدوده این ناحیه رو بشکنه برامون و بعد از شکستش توی محدوده حمایتی ایجاد شده وارد پوزیشن بای و خرید بشه. حالا این فعلا قیمت به ما تریگر نداده و نمیتونیم وارد بشیم و باید منتظر باشیم و زیر نظر داشته باشیم تا در صورتی که قیمت به ما تریگر داد وارد بشیم. خب میبینیم که قیمت یک خط روند نزولی هم داره که میتونیم رسم کنیم توی سطح و در صورتی که قیمت بیاد و این خط روند نزولی خودش رو بشکنه، ما بعد از شکست خط روند هم میتونیم وارد پوزیشن بشیم. و میتونیم از رشد میان مدتی که داره استفاده کنیم. تارگت هایی که توی کوتاه مدت میتونیم برای خودمون در نظر بگیریم، یکی همین سطح هستش و دیگری تارگت هایی که برای کوتاه مدت و میان مدت میتونیم داشته باشیم در صورتی که قیمت این خط روند نزولی رو بشکنه و یا به ما تریگر بده تو این ناحیه بیاد و اون محدوده که مشخص کردم رو بشکنه. در تایم 4 ساعت فعلا قیمت به ما ورود نداده و باید منتظر نقطه ورود امن و مناسب باشیم. خوب این بود از تحلیل ارز IMX. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لطفا نظر و پیشنهادهای خودتون رو برای ما بنویسید. پرسید باشین دوستان و خداحافظ شما.